بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام على عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برادران و خواهران گرانقدر، بینندگان گرامی و عزیز، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. ما بر اساس یک رسم چندین ساله که شبهای عاشورا از یکی از اشعار یک شاعر عارف و بزرگوار استفاده می کنیم، امسال هم که از طریق این وسیله تلویزیونی در منزل شما هستیم، همون به اصطلاح سنت هر ساله رو انشاءالله رعایت می کنیم و این شعر رو من تقدیم شما عزیزان و بزرگواران می کنم. مطلبی که باید قبل از اینکه این شعر رو خدمت شما عرض کنم با هم در میان بذاریم این استش که وقتی که خداوند انسانها رو آفرید، از اونها یک عهد و پیمان گرفت و گفت، ایشان فرمودن آیا من رب شما هستم؟ قالو بلا، همه گفتن بله. خداوند این پیمان رو گرفت که در روز قیامت کسی نتوانه بگه من خبر نداشتم. بعد هر کسی که در جواب بله گفت، خداوند اون رو فرستاد به عرصه زندگی، گفت خب حالا شما برو به من نشان بده در عمل، ببینم شما به توصیه هایی که من کردم، به قوانینی که البته اینا همه برای خود این بشر آفریده شده، این قوانین و توصیه ها برای خوب زندگی کردن اون آفریده شده، عمل میکنی و ببینم کی بهتر عمل میکنه. ببینید دوستان، من یه مثالی همیشه میزنم، این مثال به نظر خودم شاید میرسانه مطلب رو. شما وقتی که به تئاتر میرید، میبینید که مثلا یک هنرپیشه تئاتر نقش یک پادشاه رو اجرا میکنه، یکی نقش وزیر رو اجرا میکنه، یکی نقش داروغه رو اجرا میکنه، یکی نقش دزد رو اجرا میکنه. ولی واقعا اون دزد دزده؟ نه، اون دزد ممکنه که مثلا فرض بفرمایید قصاب محله است، ولی امشب توی نمایش نقش دوز رو بازی میکنه. و اون پادشاه هم پادشاه نیست، وگرنه تو تئاتر که نمی آمد بازی کنه. اون پادشاه هم ممکنه مثلا معلم مدرسه است، فردا باید بره سر کلاس مدرسه. ما انسان ها هم همینطوره. ما واقعا اون چیزی که الان نقشی که در زندگی به ما داده شده، ما اون نیستیم. ما برای یه چیز دیگه آفریده شدیم، برای یه دنیای دیگه، برای یک امر دیگه، ولی خداوند فعلا یک نقشی به ما داده تا ببینه اگر این نقشمون رو خوب بازی کردیم، بعد اون رو ما رو به اون جایگاهی که شایستش هستیم ببره. پس خداوند یک
عهدی از انسان ها گرفته و بعد نقششون رو بهشون داده. خب البته نقش ها عوض میشه، یعنی هرچی شما نقشتون رو بهتر بازی میکنید، خداوند همینجوری در طول زندگی نقش های مختلفی رو برای انسان سر راه انسان قرار میده تا انسان همینجوری با اجرای این نقش ها خودش رو به اون کمال برسانه، به جایی برسانه که دیگه بعد اونجا لایق خداوند بشه. مثل یک هنرپیشه سینما که مثلا با یک نقش‌های کوچیک اول شروع می‌کنه، بعد همینجوری که نقش‌هاشو خوب بازی می‌کنه نقش‌های بهتری بهش میدن، نقش‌های بالاتری بهش میدن. حالا ممکنه یه مرتبه یک هنرپیشه در نقش مثلا یه فرد خیلی مثلا قهرمانی نقش بازی کنه، بعد در یه فیلم دیگه‌ای در نقش مثلا یک جانی جنایتکار نقش بازی کنه. ولی همه این نقش‌ها باعث میشه که این شخص ارتقا پیدا می‌کنه تا مثلا به یک به اصطلاح آیکون تبدیل میشه، به یک هنرپیشه جهانی تبدیل میشه. ما هم همینطور، ما ممکنه یه روزی مثلا من یه نقش معلم داشته باشم، فردا یه نقش دیگه ای داشته باشم. تا خداوند، چون این خداوند در قرآن میفرماید من میخواستم شما رو آفریدم و فرستادم در زمین که ببینم کدوم از شما نقشش رو بهتر بازی میکنه. حالا وقتی که به ائمه میرسه، خداوند از ائمه یک قرار دیگه‌ای بالاتر از اونی که از انسان‌های معمولی، انبیا و امامان، به خداوند یک تعهدی بالاتر از اونی که خداوند از ما مردم گرفته. اونا یه تعهد بیشتری دادن. مثلا فرض کنید در یک دانشگاهی شاگردا کنکور میدن و قبول میشن. و از وقتی که کنکور میدن اون تعهد رو پس به اصطلاح ادمینستریشن دانشگاه متوجه میشه که اینا شایسته این هستن که بیان وارد دانشگاه بشن. ولی از مربیان و از اساتید که کنکور نمیگیرن، از اونها یه چیز دیگه بالاتر از این میگیرن. از اونها میخوان مدارکشون رو ببینن، تزهای دانشگاهیشون رو ببینن، ببینن اینها شایستگی این رو دارن که استاد کلاس بشن. خداوند هم از ائمه و از انبیا و اولیا که رهبران ما هستند یک قول و قرار و یک مدارک دیگه‌ای گرفته، بجز همون از ما فقط همون یک تعهد، بله شما خدای ما هستی، شما رب و مدیر ما هستی، ولی از اونها خیلی قرار بیشتری گرفته. حالا این امان سامانی که داستانش رو خدمت دوستان چند شب پیش گفتم، آمده اون قراری که خداوند از امام حسین گرفته رو به صورت یکی از زیباترین شاهکارهای شعر در تاریخ به اصطلاح زبان فارسی در آورده که من امشب خدمت دوستان عرض میکنم. پرده‌ای کاندر برابر داشتند، وقت آمد پرده را برداشتن. زمان اون رسید که تعهد رو بگیره. ساقی با ساغری چون آفتاب، آمد و عشق در آن ساغر شراب. یک ساقی با یک جام شراب وارد میدان شد. پس ندا دادو نه پنهان برملا، کس سلا ای باد خاران از سلا. که بلند شید ای کسانی که فکر میکنید قابلیت این پیمان رو دارید، بلند شید، من میخوام از شما پیمان بگیره. همچو این می خوشگوار و صاف نیست، ترک این می گفتن از انصاف نیست. میگه فکر نکنید این شرابی که در دست من یک شراب لذت بخش خیلی گوارایی است، ولی نگرفتنش رو هم انصاف نیست. حبذا از این می که هر کس مست اوست، خلقت اشیا مقام پست اوست. هر که این می خورد جهل از کف بهشت، هر که این می خورد جهل از کف بهشت. گام اول پای کوبد در بهشت.
میگه هر کسی این قول رو داد، هر کسی این قرار رو که ما قراره باش بذاریم قبول کرد، دیگه جهل درش راهی پیدا نخواهد که همش آگاهی میشه، میشه یک انسان کامل. گام اول پای کوبد در بهشت، میگه همین روز اول این لایق بهشت میشه. جمله ذرات از جا خواستند، ساغر می را ز ساقی خواستند. خب دیگه خبری از این بهتر نمیشه. تمام موجودات عالم بلند شدن گفتن ما میخواییم، ما قبول میکنیم، هر قراری میخواییم ما میذاریم. بار دیگر آمد از ساقی صدا، طالب آنجام را برزد ندا. میگه ساقی اینها رو در نظر نگرفت، گفت فکر نمی کنم، به نظرش نیامد که اینها شایسته این باشه. گفت من دنبال یک کس دیگه هستم که این شراب رو از من بگیره. ای که از جان طالب این باده ای، بهر آشامیدنش آماده ای. گرچه این می را دو صد مستی بود، نیست را سرمایه هستی بود. از خمار آن حذر کن کین خمار، از سر مستان برون آورد دمار. یه گرچه اگر این شراب رو، این قرارداد رو با ما ببندی، دیگه به اون اعلا علیین میرسی، ولی به شما بگم این همچین نیست که خیلی هم آسان باشه رسیدن به اون اعلا علیین. شو قراری که به ما میدی حالا باید به پاش بیستی. از خمار آن حذر کن کین خمار، از سر مستان برون آورد دمار. میگه درسته که شما مست عشق خدا میشید و همه خدایی میشید، ولی این ساده نیستش. درد و رنج و قصه را آماده شو، بعد از این آماده این باده شو. میگه اول ببین تو آمادگی این که درد و رنج و قصه و زحمت و سختی و فرزند از دست دادن و مال از دست دادن و اینها رو داری، بعد بیا آماده بشو از این جرعه این شراب درخواست کن. این نه جام عشرتین، جام ولاست. درد او درد است و صاف او بلاست. میگه این جام خوشی و لذت نیست، این جام ولایته که همش درد و رنجه. بر هوای او نفس هر کس کشید، یک قدم نارفته پا واپس کشید. میگه همه اونایی که بلند شده بودند و میگفتند که ما میخوایم از این شراب، وقتی اینو شنیدن یک قدمشون رو گذاشتن به عقب، گفتن این خیلی سخته. سر کشید اول به دعوی آسمان، کین سعادت را به خود بردی گمان. در مقام استعاره میگه آسمان آمد گفت من با این عظمتم من لایق این هستم، چون فکر کرد که این میتوانه لایقش باشه. ذره ای شد زان سعادت کامیاب، زان بتابید از ضمیرش آفتاب. خدا میگه همین که این فکر کرد که این قابلیت این رو داره و گفت باشه من اشکال ندارم، من مشکلی نیست برام، من میام قبول میکنم، خدا یک کرامتی بهش کرد و همین آفتاب رو بهش بخشید، این خورشید رو بهش بخشید. گفت شما میدانم که نمیتوانی این کار رو بکنی، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه بحث به نام من دیوانه زدند. خداوند که میدانست آسمان نمیتوانه این بار رو بکشه، ولی همین که گفت در مقام استعاره خداوند بهش خورشید رو عنایت کرد. جرعه ای هم ریخت زان ساغر به خاک، زان سبب شد مدفن تنهای پاک. میگه از اون شراب یه مقداریش هم رو خاک و رو زمین ریخت، به همین خاطر زمین لیاقت این رو پیدا کرد که مدفن تنهای پاکی مثل امام حسین، مثل حضرت ابوالفضل العباس و مثل یاران
امام حسین بشه، وگرنه خاک لیاقت در بر گرفتن اینها رو نداشت. بود آن می در تغیر در خروش، در دل ساغر چو می در خم به جوش. چون موافق با لب همدم نشد، این همه خوردند اصلا کم نشد. میگه خب خیلی های جرعی این ور اون ور نصیبشون شد، ولی اون شراب، جام شراب هنوز لبالب بود، کسی نبود، کسی پیدا نشده بود که قبول کنه این همه درد و رنج رو. باز ساقی برکشید از دل خروش، گفت ای صافی دلانه درد نوش. مرد خواهم همتی عالی کند، ساغر ما را ز می خالی کند. میگه مرد میدان رو میخوام بیاد جلو که همه این درد و رنج و سختی هایی که ما قراره در این راه، این بستن این قرارداد با ما بکشه رو بیاد جلو، ما این شراب رو تا اون ته بنوشه. انبیا و اولیا را با نیاز، شد به ساغر گردن خواهش دراز. میگه انبیا و اولیا همه گردنش رو دراز کردن و خواهش کردن، گفتن از این یه جرعه هم به ما بده. جمله را در دل طلب چون خم به جوش، لیک آن سرخیل مخموران خموش. میگه همه تقاضای این شراب رو میکردن، ولی اونی که قرار بود این ساغر رو تا ته بنوشه هنوز خاموش بود. سر به بالا یک سر از برنا و پیر، لیکنان منظور ساقی سر به زیر. اون کسی که ساقی مد نظرش بود هنوز سر به زیر بود، همه سر به بالا میگفتن به ما یه جرعه ای از این شراب بده. هر یک از جان همتی بگماشتند، جرعه ای از آن قدح برداشتند. بله، انبیا و اولیا و اینها هر کدام یه مقدارش رو گرفتند و اون سختی هایی که امتحاناتی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت نوح، خلاص اون داستان هایی که میدانی، قراردادشون رو با خدا بستند و آمدند. باز بود آن جام عشق ذوالجلال، همچنان در دست ساقی مال مال. میگه ولی جامه هنوز پر بود. جام بر کف منتظر ساقی هنوز، الله الله غیرت آمد غیر سوز. باز ساقی گفت تا چند انتظار، ای حریف لاابالی سر برآر. میگه ساقی گفت چقدر دیگه من منتظر بشم، ای حریف لاابالی سر برآر. خدمت دوستان گفتم وقتی انسان عاشق میشه دیگه لاابالی میشه، دیگه خرد خودش رو کنار میکشه. میگه ای حریف عاشق بلند شو، ای قدح پیما درا هوی بزن، گوی چوگانم سرد گویی بزن. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخواران ز جا قد راز کرد. بلند شد از جا. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخواران ز جا قد راست کرد. زینت افزای بساط نشأتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن کس را که میجویی منم، باد خاری را که میگویی منم. شرط هایش را یکا یک گوش کرد. ساغر می را تا
تمامی نوش کرد. گفت تمام شرط ها را قبول میکنم. قرار جوان رشیدم رو بدم چشم. قرار فرزند شش ماهم رو بدم چشم. قرار برادر رشیدم حضرت عباس رو بدم چشم. شرط هایش را یکایک گوش کرد. ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از این شراب خوشگوار دیگرت گر هست یک ساغر بیار. گفت اینها که چیزی نیست، من در راه خدا اگر از اینها بیشترم لازم باشه حاضرم بدم. باز گفت از این شراب خوشگوار دیگرت گر هست یک ساغر بیا. خدایا به همه ما عنایت بفرما که از یاران و همراهان امام حسین علیه السلام محسوب شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.